یه غذای درست حسابی تا حالا نخوردن، یعنی به اسم خودشون هم میزنن آرتیست و لباس هم که همه لباس کنه ها و کثافت و رنگ های توسی و قهوه و کرم. مسخره نمی کنم، این واقعیت رو دارم میگم. یه از تایه مسخرگیه ریدی به طرف مقابل. سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه. امروز میخوام در مورد ویدئویی که سحر قریشی بیرون داده میخوام صحبت کنم به نام تجربه های سینما. یه سری کلیپ های ازش دیدم، به همه توپیده، نمیدونم چه نیتی داره. حالا سوال میتونید بکنید که اصلا این کیه؟ من فکر میکنم به هر حال شما هیچ کسی هم نباشی، چون تو بدنه سینما بودی، خیلی چیزا از خیلی ها شنیدی. هرچند میگم نمیشه حالا گفت که داره راست میگه یا دروغ میگه، فقط خودم میگم کنجکاوم بدونم که چیه داستان. قبلش هم خیلی خوشحال میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید، حتما نظرتون رو بذارید. منم بد جور سرما خوردم دیگه، ببخشید. من حقیقتش ندیده بودم این تتوی جدیدشو، یکم کج کوله هست مدلشه یا نمیدونم، حالا بگذاریم. آقای خسرو شکیبایی بود، همیشه آرزوم بود که با ایشون هم بازی باشم. یکم درخواستی زیاده، ولی خب آرزویه دیگه، من جوانان عیب نیست. باعث شد که من به این اتفاق، باعث شد که من به بی‌معرفتی‌هایی توی ذهن خودم دوباره دامن بزنم. امیدوارم که از خودش هم بگه دیگه که خودش این تصمیم رو گرفته و این اشتباه کرده. حالا این وارد سینما شدم با این اتفاقا و همچه آدم های من روبرو شدم. من اوایل بازیگریم فقط از من یه نکته بگم، آدم ها خودشون انتخاب میکنن مسیر رو، یعنی توی بازیگری شما میتونی انتخاب کنی مسیری من برم که منو فقط یه آدم مشهوری کنه، بیام روی تیتر مثلا خبر رو، حتی با حاشیه، و بعد بره پی کارش و از همون تایم که من بالا هستم میتونم کلی پول در بیارم، معروف بشم. یا اینکه نه، برعکس، برم با آدمای بزرگ کار کنم و زحمت بکشم، هی رو بازیگریم کار کنم. خب این اولی رو انتخاب کرد. حجاب رو داره، الان دارم دقت میکنم، یک چشمی به ایران داره دیگه، برگرده اون پله رو، جالبه که خراب نکرده. خبرش اومد دیگه چند روز پیش که بازیگران عزیز ما همشون ممنون کار شدن و پیام هم دادن که اصلا مهم نیست برامون. اولین کارم یک کار سینمایی بود که بازی کردم، ولی خب بعد از این که من توی سریال پخش شد و معروف شدم، خب تهیه کننده بعدش اومد ای کاش قبلش رو میگفت چجوری وارد اون سریال شد. من چون نمیدونم دارم میگم، شما میدونید بگید. دوست دارم شروعش رو بدونم، از طاقت که نیومده. روحشون شاد آقای مهرجویی، واقعا همسرش با، یعنی کسایی رو من دیدم عکس و فیلمشون رو که اصلا گفتم تو چی میگی؟ تو اصلا اینجا چی کنی؟ تو اصلا تو این لیگ بازی نمی کنی به قول یکی از بچه، تو اصلا کجا بودی؟ شاید لیگ دست دو داره بازی میکنه. چرا دست میزنی مرسی خانم فلان این حرف رو میزنی، بعد یه فوشش میدیم، هو میکشیم، تکلیف همون با خودمون روشن نیست. یه نکته ای داره، حالا میفهمم منظورشو، تفاوت عقیده وجود داره، یکی میخواد صلوات بده، یکی میخواد دست بزنه. مثلا موضوع فقط همین دست و اینا نیست، تفاوت اندیشه باید باشه، آدم باید به هم بتوپن. طرف میخواد بره تسلیت بگه اون چه تیپی تو زدی، مگه سالن مده؟ در مورد تیپ آدم ها خواهشن صحبت نکنیم، کاملا شخصیه. حتی این حرفی هم که داره میزنه و من قبول میکنم، میخوان فیلم بازی کنن، میخوان بیان، آخه نمیدونم، طرف معروف هست، مثلا میخواد بیاد اونجا که یه عکس دیگه هم با بزرگای دیگه داشته باشه، نمیدونم، نمیگم نیستا، شاید باشه. مثلا یه عکسی اومد که گفتن آقا وقت گردد فلانی بره آرایشگاه قبلش. واقعا من اینجوری هم که چرا نره، این همه آدم مهم رو قراره ببینه، حالا مثلا بعد حتما جولیده پاره پوله بره. مثلا ایران، سینما ایران، اون گوشی رو میخوام نشون بدم، مثلا این مثلا روز بهترین بازیگراست، این بهترین کارگردانم جوونه، مثلا این دختر بازیگر فلان، رومو نمیشه نشون بدی. نمیخوام بگم من خیلی خفنم شما بدی، من اصلا علاقه ای نداشتم به سینما. متوجه اصل حرفش هستم، ولی مثالی که داری میزنی خیلی بده، خیلی بده مثاله. حالا بریم جلو. اشتباه اومدم، من اصلا نمیخوام بگم من خوبم شما بدیم، ولی باز من چهار تا چیزو میفهمم. منو دوچار کردین، خود شما، خود همکارایی که کی صدا و وایستون رو شنیدم، به روتون نیاوردم، بطباطیش نکردم، یه غذای درست حسابی تا حالا نخوردن، یعنی
اسم خودشون هم میزنن آرتیست و لباس هم که همه لباس کنها و کثافت و رنگ های توسی و قهوه و کرم مسخره نمی کنم، این واقعیت رو دارم میگم. یه از دیگه تای مسخرگیه ریدی به طرف مقابل. میخوام برسم به یه جایی، میخوام بگم که من خودم زخم خورده نکرده هامم. آها رفتشون برای اولین نفر بود که شروع کرد فوش دادن به جمهوری اسلامی، فوش دادن به کل فرخ نژاده دیگه احتمالا. هیچی یه دفعه که مگه طلاق نگرفتی لای در بازه. ببین یعنی این اتفاق لای در بازه، خب چه منظورش بود سوز میاد لای در بازه ببند سوز نیاد تا دلت بخواد از این فیلم ها بازی کرده. هر کدوم از این فیلم هم کلی از این خاطرات هست. فکرم تنها بازیگر پرفروش زن سینمای تجاری هم و افتخارم میکنم که برای جان چیزایی که شما گفتین چرا تو یه فیلم خوب بازی نکردی؟ آره من یه فیلم خوب بازی نکردم، چون اصلا فیلمی که من بازی کردم برای توی مرد 40 ساله اصلا رفتم دیدم. نه آخه ببین، ببین همه قرار نیستش که مسیر چونم تا اسکار رو برن. ببین یه نفر میشه گل شیفته، واقعا در زمان خودش خیلی داف بود دیگه، الانم هست در از نظر حال سینمایی میخوام بگم گیشه دست این بود، یعنی سوپر استار سینما بود دیگه. هر چقدر میخوای مسخرهش کنی مثلا یه دوره تو مردا، حتی الانم تا اندکی هست، خود گلزار و تاریخ انقضا داره، زیباییت میفته از اون تباتاب میفتی و بعد اصلا خود مارکت هم دیگه همیشه اینجوری نیستش که شما بالا بمونی. تو اصلا غلط شدی، رفتی فیلمی که من بازی کردم و دیدی از هم تو نیست، برای بچه هایی که سنشون اصلا بالا افتاده رو فیلم ها میدیم. این دیگه اعتماد به سقفه، اینجا شما دیگه دلی به خود ضربه میزنی. نه مثلا مادر هم کاری ما رفتم میتو ساختن آقا اکیپ شدن جا. من نمیفهمم یعنی چی، یکی به دوام بگه یعنی چی اصلا. اینکه طرف رفته رو فرش قرمز، سنی ازش گذشته، خانم فلانی تو 60 سال. خب خودت الان این همه داستان تعریف کردی، خود همه میتوی بعد میتوی ما نساختیم، مال خارجی هاست. خب همینه، همینه، تو رفتی خودتو عوض کردی، اون یه بخشی از سیاستت بود که متوجهم بهتر بود که همون راهو میرفتی، در نمیفتدی با آدم ها و نیفتاد اوکی. ولی میتو همین بود که جلوی کسافتکاری ها رو بگیره، بیایم بگیم که یه کسافتکاری هست، وگرنه اگه نگی که حل نمیشه مشکلی، زمانه عوض شده. الان خیلی حرفا رو من راحت میزنم، 10 سال پیش که از این حرفا نمیزدم، خجالت میکشیدم بزنم خیلی از حرفا رو. ای آقای اصلانی هزار تا مشکل تو زندگیش داره، هزار تا داره بغارش اتفاق نمیخوام بگم، ولی دمش کرد من میدیدم. ببین نمیتونم الان تایید کنم، نمیتونم رد کنم، اصلا این حرف اصلا خودش زشته، چون یه اتهامی داره آقای اصلانی، از یه نفرم نداره، از چندین نفر داره. حالا میتونن چندین نفر با هم تفاهم کرده باشن که دهن اصلانی رو سرویس کنن، خب بعد بره دادگاه و قاضی تعیین تکلیف کنه. اگر ثابت بشه تو من نمیدونم، اگه شده که نمیدونم نتیجه چی بوده، اگر شده باشه محکوم بشه، برای این حرفای تو میچ از زشته که الان اینجا داری میزنی، ته ته داستان رو نگاه کنی تهشو. یه چیزایی من یادم از سرقریشی اون اوائل که کار میکرد، یه دونه اون خمیر مایه بازیگری رو من یادمه تو این دختر، معلم قوی نداشت که باش کار کنه و بیاد بلعت، خودش امکان داره انتخابش بوده باشه که یه مسیر دیگر رو بره، ولی خب زندگی دقیقا همینه، زندگی همینه، شما یه تصمیم میگیری و مسیرت عوض میشه. خیلی ممنون که شما ویدیو رو دیدید، حتما نظرتون رو به من بنویسید. مرسی، خدافظ.